زدنها یکی از مهمترین ابزارهای بشر که اونو از بقیه موجودات متمایز کرده کلامه. شاید بشه گفت هیچ چیزی تو دنیا قدرت کلمات رو نداره. با کلمات میشه یه جنگ جهانی رو پایان داد و میشه یک زندگی رو از هم پاشید. با کلام میشه آبرو داد، میشه آبرو برد، میشه آگاهی داد، میشه تفرقه افکنی کرد. اما چی باعث شده که قدرت کلمات اینقدر زیاد باشه؟ شاید به این دلیل که کلمات صرفاً یک سری اصوات نیستن. اونها توانایی حمل احساسات و تفکرات رو دارن. کلام مثل تیغ میمونه. میشه باش جلادی کرد و آدم کش، میشه باش جراحی کرد و زندگی بخشید. اما سوال اینه، حالا که متاسفانه و یا خوشبختانه این ابزار مهم و این تیغ بران رایگان در دست همه قرار داره، چرا باید از اون علیه خودمون استفاده کنیم؟ چرا باید با کلاممون به دیگران ظلم کنیم؟ حرف زدنهای ما همیشه برای خودمون رایگانه، اما خیلی وقتا برای دیگران گرون تموم میشه. آدما شوخی شوخی به گنجشکا سنگ میزنن، اما گنجشکا جدی جدی میمیرن. ما خیلی وقتا شوخی شوخی و بیمنظور یه چیزی رو میگیم، اما جدی جدی یک نفر از هم میپاشه. هیچ وقت با کلامتون یه نفر رو ناامید نکنید. شاید امید آخرین چیزیه که براش مونده باشه. هیچ وقت حتی اگه جواب دندون شکن دارین، در پاسخ دادن عجله نکنید. 1% احتمال بدین که به جای دندون حرمت یا دل بشکنه. ناسزا و زشت گفتن نیست کار عاقلان. از برای نرم گفتن شد زبان بی استخوان. وقتی کرونا اومد هممون ماسک زدیم تا مبادا ویروس از دهان ما به دیگران منتقل شه، غافل از این که کلمات مسموم هزاران بار خطرناکتر از ویروس های واگیر دارن. کسانی که تو طول تاریخ به واسطه کلمات کشته شدن تعدادشون خیلی بیشتر از کسانیه که به واسطه سیل و زلزله و بیماری های واگیردار کشته شدن. ای کاش به خودمون قول بدیم که بعد از کرونا هم همیشه در مورد صحبت کردن از یه ماسک سلایه استفاده کنیم. یعنی همیشه قبل از انعقاد کلام از خودمون 3 تا سوال بپرسیم. 1. آیا این چیزی که میخوام بگم مفیده؟ 2. اگر مفیده آیا زیبا هم هست و حس خوبی به شنونده منتقل میکنه؟ 3. اگر زیباست و مفیده آیا الان اصلا موقعیت مناسبی برای گفتنش هست؟ و اگه هر 3 جواب بله بود کلام رو جاری کنیم. بیایید با خودمون عهد کنیم که از کلاممون جز در راه نیک استفاده نکنیم. میتونی وقتی که تلفن زدی به کسی و گفتن چه خبر، بگی دلم برات تنگ شده بود باهات تماس گرفتم، و موقع خداحافظی بگی که نمیدونی چقدر حالم خوب شد صداتو شنیدم. میتونی وقتی به مادرت زنگ بزنی بگی مادر نگران من نباش، من زندگی خیلی خوبی دارم و خوبتر از همه این که هنوز تو رو دارم. میتونی وقتی که همسرت بهت گفت چقدر باسلیقه‌ای بگی اگه باسلیقه نبودم که تو رو انتخاب نمی‌کردم، یا وقتی بهت گفت چطوری بگی الان که پیش تو هم خوبم. میتونی به راننده تاکسی بگی که چه دست فرمون خوبی داری، یا به خواهرت بگی که چه دست پخت خوبی داره. میتونی به پیرمرد محل بگی که حاج حسین شما آبروی محله هستین، یا به پیرزن همسایه بگی که مادر جون منم مثل پسرت، هر کاری داشتی رو من حساب کن. میدونی میخوام چی بگم؟ گفتن این حرفا چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه و هزینه ای هم برای ما نداره، اما میتونه روز یک نفر رو قشنگ کنه. همیشه با خودمون میگیم اگه یه روزی میلیاردر شم جاده و مدرسه میسازم، اما بخشش قبل از اینکه پول زیاد بخواد دل بزرگ میخواد، و کسی هم که دلش بزرگه منتظر ثروتمند شدن نمیمونه و بخشششو با کلام شروع میکنه. صدقه دادن همیشه با پول نیست. بزرگترین صدقه ها رو انسان میتونه با کلامش بده. بعضی وقتا یه جمله چنان دل یک نفر رو گرم میکنه که با میلیون ها تومن نمیشد اونقدر یک نفر رو به زندگی دلگرم کرد. بعضی وقتا یه جمله چنان دل یک نفر رو گرم میکنه که با میلیون ها تومن نمیشد اونقدر یک نفر رو به زندگی دلگرم کرد. یکی از مهمترین ابزارهای